سلام مجدد خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه دوره پیویوت تیبلمون ما. ما جلسه قبل در با نحوه ساخت پیویوت تیبل ها و یه چیز دیگه صحبت کردیم اینجا اصلا میخوام راجع به این نکته دیگه صحبت بکنیم اونم این که اگه ای خاطرتون باشه ما تو جلسه قبل پیووت تیبلی که درست میکردیم اگه یک ردیف ستون اضافه میکردیم دو چار مشکل مشکل میشد یعنی دیتامون که آپدیت میکردیم حالتهای مختلف به وجود می‌اومد حالا شما فرض کنید یه دیتایی دارید که به مرور زمان قرار این دیتا بزرگ بشه چجوری بتونیم اینو هندلش بکنیم کنترلش بکنیم که توی پیو تیبلمون خب در این رشد روزانه رو این بزرگتر شدن دیتا مون رو ببینیم یعنی خود به خود آپدیت بشه و در سورسمون تغییر بکنه یه مثال اول بزنم براتون خب اول ببینیم پیوتبل تیبل درست بکنیم من سورسش رو همون حالت دیفالت میگیرم خب میام اینجا اه, تایتل رو میخوام توی ردیفا بعد مثلا بودجه رو میخوام یا درآمد رو میخوام فیلتر هم مثلا بر اساس لنگویج و کانتری خب این از چیزی که الان خیلی ساده و شیک درست کردیم حالا فرض کنید من الان بیام مثلا یه چیزی به این اضافه کنم مثلا بیام پایین الان تو 3730 رفتیم درسته خیلی معلوم میم اینجا انتهای شیت خب چی آخرش وومن این گولد این آخرش رو زده زوم چرا؟ رو با این فرق داره این حلوف تو نیست درسته و ها یا نه هستش این به ترتیب حلوف الفا نیست زوم بود اسمش زوم آره به تلفن رو کنم حالا میخوام یه دونه آخرین اضافه کنم خب میخوام آخرین یه دونه ردیف اضافه کنم مثلا میزنم سمپل یک یکی دونه اضافه میکنم سمپل دو میام داخل شیت پیوت تیبل هم خب تو آنالیز چیکار میکنم اینو رفرش میکنم میبینید بچه چیزی اضافه نشد اینجا برام من چیزی به نام سمپل یک و سمپل دو اینجا اضافه نشد این آخرش. خب حالا چند تا راه حل وجود داره برای این قضیه. اینکه شما بتونید این مشکل رو حل بکنید، چند تا راه حل وجود داره. راه چیه؟ راه اینه که یکی سورستون رو عوض کنید. یعنی فرضاً منو سورسم تا اینجا بود دیگه. بیام اینجا بگم سورسم مثلا ببر بالاتر. 3726 بوده، دو تا دیگه اضافه کنم. 28 حالا اون سمپل یک و سمپل دو هم میاد یه رفرش میکنم بعد اون سمپل یک و سمپل دو هم اومده باشه یک کنید اومده یه راه اینه خب این راه راه, راه دستیه دیگه یعنی شما هرچی دیتات رو مرزوک تمشه دستی باید بدین کار بکنید راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که وقتی من دادم سورس مشخص میکنم این سورس منه خب من اینو بیم کپی کنم اینجا بیارم تو نوت که ببینید این سورس منه یه کوچیک ترش کنم خیر این چیزی که سورس من به من نشون میده میگه که اسم دیتا شیت هست آی ام دی از ستون A ردیف یک تا ستون R ردیف 3728 میام چیکار میکنم میگم آقا من ردیف ها رو مشخص نمی کنم یعنی میام اینجوری می این میگم می از ستون A تا ستون آر رو برو اصلا کاری به ردیف ها نداشته باشه از اول تا آخر هر چی بود پس میم اینجا این ردیفه رو پاک میکنم اینو اوکی میکنم یه رفرش حالا من بیام تو دیتا هم یه چیز اضافه میکنم یه سمپل لیست اضافه میکنم الان اینجا بیام رفرش کنم تو پیپو تیبل هم پیپو تیبل هم نیا کنید سمپل لیست باید خودکار اضافه شه نیا کنید اضافه شد این بلنکه هم یه چیز خالی قبلش بود به خاطر اون اینجوری بود می الان بچه‌ها بدون که من کاری انجام بدم هم اضافه شدن من یکی دیگه هم اضافه کنم سامپل 4 نکنید هم اضافه شد اما دوستان این روش یه ایرادی داره اونم اینه که خب ما اومدیم چیکار کردیم ما اومدیم کل ردیفا رو از بالا تا پایین و پایین و پایین جزء این دیتا سورسمون کردیم خب این یه راه اصطلاحا هم ایفیشنتی نیستش راه کارآمدی نیستش خب اما راحل دوم چیه خب من میمینا رو پاک کنم فعلا خب راه هل دوم اینه که شما بیاد این اکسلتون رو تبدیل بکنید به تیبل ببین دوستان ما تو اکسل حالا دوستانی که دوره مقدماتی رو گذرانده باشن میدونن ما تو اکسل وقتی دیتامون رو به این صورت وارد میکنیم اصطلاحا به این میگن رنج جدول نیست این رنجه اگه جدول یه چیز دیگه است جدول یک چیزی که هدر داره مثلا و ردیف و ستون داره اگه شما این رنج خودتون رو این رنج دیتاتون رو تبدیل کنید به هدر مشکلتون حل میشه تبدیل کنید به تیبل اما چجوری این کار بکنید خب من بیام اینو ریفرش کنم دوره خب اونا پاک شد اوکی سورس هم عوض کنم از A یک تا تا چند بود؟ سه هزار و اوکی درست خب این از حالا من چیکار میکنم؟ میخوام اینو تبدیل کنم به تیبل خونه اول رو سلک کنید خب کنترل شیفت فلش سمت راست فلش پایین کل خونه هاتون انتخاب میکنه پس کنترل شیفت فلش سمت راست فلش سمت پایین کل دیتاتون انتخاب میکنید بعد میاد کجا بعد میاد داخل فرمت از تیبل یا کنی کنترل تی هم فکر کنم بزنید میان برش بشه اگه اشتباه نکنم اینو میزنید یکی اینا رو انتخاب میکنید مثل همون اولی انتخاب میکنم میگه که دیتاتون از A1 تا R3 زرسته میگم بله هدرم داره بله تیکش رو حتما بزنی نوک میکنم نکنه می بچه تبدیل شد به تیبل این هم تیبله فرق داره با رنج حالا میگه چیکار میکنید الان اینو تبدیل کردید یه اسم هم براش بذارید مثلا میذارید موویز خب حالا میام داخل پیپ تیبلم میخوام سورس همو بکنم اون تیبله میام تو آنالیز دیتا سورس به جای اینکه اینجوری بنویسم کل اینو پاک میکنم بنویسم موویز اسم اون تیبل رو بنویسم اوکی ببینید بچه همونه دقیقا هیچ تغییری نکرده تا الان خب حالا میخوام چیکار بکنم میخوام بیام یه سری دیتا به این تیبل هم اضافه کنم ببینم اونجا خودکار اضافه میشه یا نه میام این پایین میخوام اینجا چیز اضافه کنم من یه سری فیلم دیگه دارم اینجا به عنوان آماده کردم اینا رو کپی میکنم کنترل سی میام اینجا پیس میکنم الان من یه سری دیتا به این اضافه کردم بچه دقت بکنین دیتا های به صورت خودکار اضافه شد به اون تیبلمون به صورت خودکار این اتفاق افتاده حالا تو پیو تیبل هم اینجوری میشه بینه ببینیم یه رفرش میکنم انتظار دارم اون فیلم جدید این آخر اضافه شه. یا کنید فیلم جدید اضافه شد پس بچه ها راه کارآمد و بهتر اینه که شما سورستون رو تبدیل بکنید به تیبل به این صورت وقتی تبدیلش کردید به تیبل بعد تیبل رو سورس بدید به پیو تیبلتون اینجوری باعث میشه که اگر به تیبل شما چیز اضافه شه خودکار اون رو هم اضافه خواهد شد اگرم خواستید یه تیبل رو از حالت تیبل در بیارید ببرید تو همون حالت رنج حالت قبلیش میاد تو این تب تیبل تورز یه گزینه داره convert to رنج این رو بزنید برمیگرده به حالت قبلیش خیلی خوب این هم از این راه حل و مشکلمون هم اینجوری حل شد بریم شده شجاع سوادی به یه موضوع دیگر رو با هم دیگه ببینیم فعلا